ساعت وارد صحنه شدند و با تظاهر کنندگان درگیر شدند و 10 تن از خانواده فرهاد تارم را دستگیر کردند. ولی مردم موفق شدند جسد فرهاد تارم را تحویل بگیرند. گزارش های دیگری حاکی است روز سه‌شنبه 5 بهمن ماه نیز خانواده های زندانیان محکوم به اعدام و مردم ارومیه با در دست داشتن قرآن در مقابل دادستانی دیکتاتوری آخوندی در این شهر تجمع کردند و خواستار لغو احکام جنایتکارانه اعدام شدند. خانواده های زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به اعمال فشارهای دشخیمان رژیم علیه فرزندان خود و انتقال آنها به محلی غیر انسانی اعتراف کردند. روز 5 شنبه 7 بهمن ماه خانواده های زندانیان سیاسی مطابق معمول برای ملاقات با فرزندان دربند خود به زندان گوهردشت کرج مراجعه کردند. اما با مشاهده تغییر ملاقات حضوری به ملاقات کابینی و انتقال زندانیان به محلی غیر انسانی اعتراض کردند و از ملاقات خودداری ورزیدند و خواستار ملاقات حضوری با فرزندان خود شدند. میرزایی یکی از سردشتیمان زندان گوهردشت به منظور جلوگیری از گسترش اعتراضات خانواده ها به تهدید و ارعاب می‌آورد تا خانواده ها را متقاعد کند دست از اعتراض بکشند. انتقال زندانیان سیاسی بند 3 گوهردشت به سالن 12 بند 4 این زندان بر اساس طرح مشترک سردشتیم قوه قضاییه رژیم آخوند لاریجانی و وزارت بدنام اطلاعات صورت گرفته تا فشارها و تضییقات بیشتری را علیه زندانیان اسیر اعمال کنند. اما زندانیان هشدار دادند در صورت ادامه این وضع به طور یک پارچه دست به اعتصاب خواهند زد.